و اصلا تو کجاها کاربرد داشت غیر از بازی و اینکه الان تو کجاها هست. و درود بر شما کوروش صدایی که هستم و حالتون چطوره؟ امیدوارم هر جا که هستین خوشحال و شاد باشین. این آخرین ویدیو خبری ما توی این سال هست و ویدیو خبری بعدی ما میره برای بعد از 13 به در. البته این به این معنا نیست که تو طول عید برنامه یا ویدیویی نداریم. شرکت اکتیویژن بلیزارد به زودی 2% از کارکنان خودش رو تعدیل میکنه، میشه حدود 190 نفر که 50 نفرشون تو قسمت ای اسپورت کار میکردن. به اون کارکنان که تو امریکا زندگی میکنن یه امتیاز سلامتی داده میشه، حالا یه کارتی که احتمالاً یه سری مزایا براشون داره به مدت یک سال البته، و اینکه $200 کارت هدیه میده که البته اونم فقط میتونن از خود شرکت و محصولات شرکت خرید کنن داده میشه. دلیل این کارم گفتن یکی خب کاهش هزینه ها و اینکه یه تعدادی از این کارکنان میخوام تخصیص بدم به بخش های دیگه شرکت. خب اگه میخواستین این کارو کنین خب چرا اصلا اخراجشون کردین؟ میفرستادین یه راستون سر جاشون کار میکردن دیگه، اینم کاریه. خانم جید ریموند که قبلا توی گوگل کار میکرد به تازه توی مونترال کانادا برای خود شرکت خصوصی بازی سازی را انداخته به اسم هیون انترتینمنت استودیوز و قراره یه بازی جدیدی IP جدید برای سونی بسازه و گفته که قراره توی اون دنیایی رو خلق کن که پلیرها به راحتی فرار کنن، برن این بر اون بر لذت ببرن و جامعه خودشون رو پیدا کنن یا حتی جامعه خودشون رو بسازن. البته از این توضیحات من که چیزی نفهمیدم، امیدوارم این خانم برنامه خیلی خوب و پلن عالی برای ساخت یک بازی خوب داشته باشه، چون توی این بازار الان شرکت‌ها و غول‌های بزرگی هستن که انقدر پول دارن و تبلیغات میکنن که حتی اگه بازی بدم بسازن اون رو به خوبی فروش میکنن. نمیفروشن، واقعا فروش میکنن. اما نکته امیدوار کننده تو کار این خانم اینه که داره برای سونی بازی میسازه و سونی نشون داده که خیلی خوب با شرکت‌های کوچیک راه میاد و زیر پروبالشون رو میگیره و بهشون اجازه میده تا ایده های خودشون رو بسازن. شاید همین موضوع باعث شده که انحصاری های سونی انقدر از همدیگه متفاوت اما خیلی جالب و خوب از کار در بیان. قبلا اعلام شده بود که VR برای کنسول‌های ایکس باکس سری S و X میاد، اما به تازگی سخنگوی مایکروسافت اعلام کرد که VR برای این کنسول‌ها نمیاد متاسفانه و بچه‌هایی که این کنسول‌ها رو دارن نمیتونن از تجربه VR بهره‌مند بشن. اگه موضوع VR و واقعیت مجازی براتون جذابیت داره پیشنهاد میدم حتما توی کانال ما رو دنبال کنید. یه ویدیو خیلی خوب و منحصر به فرد در مورد تاریخچه VR، اینکه از کجا شروع شد، تو چه شاخه‌های پیشرفت کرد و اینکه الان کجا ساختیم و حالا توی دو پارت یا سه پارت نهایتاً توی کانال قرار میدیم. یه ویدیو هم برای شبید براتون در نظر گرفتیم که در واقع هایلایت یکی از استریم هاست. یه جوری سعی کردم ادیت بشه و ساخته بشه که حتی بچه‌هایی که این بازی رو بازی نکردن یا حتی بچه‌هایی که حالا خیلی علاقه بازی آنلاین ندارن بتونن باهاش ارتباط بگیرن و ازش لذت ببرن. و اینکه دیگه تمام، هم خبرات تموم شد، هم سال تموم شد و اینکه امیدوارم تو سال جدید بتونید یه سال پر از شادی و هیجان و پول برای خودتون بسازین. به کانال یوتیوب هم سر بزنین، لایک کنین، سابسکرایب بذارین، کامنت بذارین که سابتون نپره و اینکه آخرین استریم زنده امشب ساعت 9 توی کانال توییچ. مواظب خودتون باشین، دوستتون دارم و تا دیدار دیگه بدرود.